درود، من نرگس صمدی هستم. امروز میخوایم با همدیگه این آویزای حوله رو ببافیم که خیلی هم بافتش ساده هست. اینو داخل آموزش با همدیگه بافتیم. مارکش رو براتون قرار میدم. قلابش هم توی آموزش گفتم. این یکی هم با قلاب شماره 2.5 و نخ بامبوی کتان بافته شده. شما میتونید این رو به در کابینت یا در فرتون آویزون کنید و به عنوان جا دستمالی یا جای حوله ای ازش استفاده کنید. ممنون میشم که لایک و کامنت رو فراموش نکنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. حالا با هم دیگه میریم و آموزش رو نگاه میکنیم. خب من اول یه حلقه جادویی میزنم به این شکل، بعد وارد حلقه میشم، 3 تا دونه زنجیره میزنم، 2 تاش به عنوان پایه متوسط، یکی هم برای فاصله. حلقه به قلاب میگیرم، دوباره وارد حلقه جادویی میشم، میخوام پایه متوسط ببافم. این حلقه رو در میارم، کارم راحت تر شه. میام 3 تا نخ رو یک جا با هم میبافم، این میشه بافت متوسط. دوباره 1 دونه زنجیره میزنم، دوباره وارد حلقه جادویی میشم، یک بافت متوسط. دوباره 1 دونه زنجیره میزنم، وارد حلقه جادویی میشم، یک بافت متوسط. باید 8 بار این کار رو تکرار کنم. 1 2 3 4، این 4 بار. 1 دونه زنجیره میزنم، دوباره وارد حلقه میشم، یه پایه متوسط میبافم، این میشه 5 تا. 1 دونه زنجیره، این 6مین پایه متوسط. 1 دونه زنجیره، این 7مین پایه متوسط. 1 زنجیره و اینم 8مین پایه متوسط. بعد 8 تا پایه متوسط داشته باشم، 8 تا هم زنجیره. خب این یکی از پوداش جامون. زنجیره آخرم هم میزنم. حالا حلقه جادومو میکشم و کار رو جمعش میکنم. بعد ببین اینجا گفتیم ما اومدیم 3 تا زنجیره زدیم، میایم تو دومین زنجیره که با ما پایه متوسط بود وارد میشیم و یک بست میزنیم. خب این رج اولمون تموم میشه. متاسفانه نخ خوبی رو انتخاب نکردم. خب حالا با یک بست میرم داخل تک زنجیره. اینجا وارد تک زنجیره میشم و برای بافت میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم با ما یک پایه نیمه دوبل. حالا 2 بار نخ رو با قلابم میگیرم. خب داخل همین تک زنجیره‌ای که بودم میشم. بعد میام 2 تا رو با هم یکی میکنم، 2 تا رو با هم یکی میکنم، 2 تا حلقه میمونه نگه میدارم. خب نمیبافم آخرین مرحله رو. دوباره 2 تا دونه نخ به قلابم میگیرم، میرم داخل همین تک زنجیره‌ای که بودم، 2 تا یکی و 2 تا یکی. خب الان 3 تا حلقه دارم، همه رو با هم الان یکی میکنم به این شکل. بعد میام 1 2 تا دونه زنجیره میزنم، همین بافت رو میرم داخل تک زنجیره بعدی من انجام میدم. به داخل تک زنجیره میشم، خب بعد دوباره نخو میگیرم، میرم داخل تک زنجیره میشم، 2 تا یکی 2 تا یکی نگه میدارم. دوباره 2 تا نخ به قلاب میگیرم، 2 تا یکی 2 تا یکی نگه دارم. دوباره 2 بار حلقه میکنم، میرم داخل تک زنجیره، 2 تا یکی 2 تا یکی. خب الان از این بعد 4 تا حلقه دارم. این 4 تا حلقه رو همه رو با هم یکی میکنم. حالا 1 2 2 تا زنجیره میزنم، میرم تو تک زنجیره بعدی همین بافت رو انجام میدم. یعنی 3 تا پایه دوبل نیمه میبافم و همه رو با هم یکی میکنم. این 2 تا نه سومی. حالا همه حلقه هامو با هم یکی میکنم، 2 تا دونه زنجیره میزنم، میرم تو تک زنجیره بعدی. این کار رو تا انتها انجام میدم. وقتی به انتهای کار رسیدم باید 8 تا پایه دوبل نیمه ای که با هم یکی کردن داشته باشم، یعنی 8 تا از این بافتا با فاصله 2 زنجیره. خب ببینید وقتی آخرین بافتتونم انجام دادیم باید الان 8 تا داشته باشیم. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. حالا میام 2 تا دونه زنجیرم رو میزنم، میام این بافت اول. به این بافت اولی رو که داشتیم اینجا نخ رو قلاب رو وارد این وسط
بافت فندقی میکنن. این بافت هم بهش میگیم بافت فندقی. حالا این بابای دوک بافته شد. خب میخوام دقیق به نخم وسط نخو بیرون میکشم. خب حالا یک بست میزنم، رجم تموم میشه. حالا برای شروع رج بعد میام با یک بست داخل دو زنجیره میشم. بعد یک دو سه، سه تا دونه زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. بعد میام داخل حلقه میشم، یک دو سه تا دیگه پایه بلند میبافم. این الان میشه چهار تا. بعد میام یک دو سه تا زنجیره میزنم. بعد ببینیم میام این پایین پایه این دوتا نخ رو میگیرم، یک بست میزنم. این اسمش پیکوته، در واقع یک پیکوت میبافم. دوباره داخل همین دو زنجیره که هستم چهار تا دیگه پایه بلند میبافم. این دوتا سه تا چهار، یک دو سه چهار، چهار تا پایه بلند میبافم. ببین الان اینجا این پایه فندقیم هست، خب بالاش یه گندمی دارم، میرم داخل گندمی این پایه به این شکل یک پایه کوتاه میبافم. حالا میرم تو دو زنجیره بعدی مستقیم چهار تا اول پایه بلند میبافم. این یکی، این دو تا، این سه تا، این چهار تا. حالا پیکوت میخوام ببافم، سه تا دونه زنجیره میزنم. ببین میام این دو تا حلقه پایه رو میگیرم به این شکل، خب یه بست میزنم، این میشه پیکوت. حالا دوباره میرم چهار تا پایه بلند میبافم. این یکی، این دو تا، این سه تا، نه چهار تا. ببین داره اینجا یه گندمی بالا سر این پایه فندقیمون داریم. خب میریم اونو میگیریم، داخلش نمیریم، ما میریم فندق از گندمی. حالا یه پایه کوتاه میزنیم، دوباره میریم تو دو زنجیره این بافت رو تکرار میکنیم. یعنی میایم اول چهار تا دونه پایه بلند میبافیم، حالا پیکوتمون رو میزنیم، خب حالا دوباره چهار تا پایه بلند همینجا میبافیم. این یکی، این دو تا، این سه تا، نه چهار تا. ببین دوباره میرم روی گندمی فندقی اینجا وارد میشم، یه دونه پایه کوتاه میبافم. دوباره میرم تو دو زنجیره همون بافت رو تکرار میکنم. ببینید تمام این دو تا زنجیره ها رو با این بافت چهار تا پایه بلند یه پیکو چهار پایه بلند پر میکنم، یه پایه کوتاه میزنم سر بافت فندقیم تا به انتهای کار برسم. خب ببین وقتی آخری رو بافتیم میاد به این سر فندقی آخرمون، یک پایه کوتاه میزنیم. اینجا که سه تا زنجیره زده بودیم میریم یک بستم به سر اون سومی زنجیره، به این شکل میزنیم. حالا این کارمون اینجا به این شکل در میاد، این گل اولمون هست. بعد من میام سه تا، یک دو سه چهار پنج تا دونه زنجیره میزنم. بعد میرم پشت کار اینجا که پایه کوتاه هست، اینجا به این شکل یه پایه کوتاه میزنم. خب ببین دوباره یک دو سه چهار پنج، پنج تا پایه کوتاه میزنم. ببینید این الان گلبرگ اولی بود دیگه، اینجا پایه کوتاه شدم. حالا میرم این گلبرگ دومی اینجا روی پایه کوتاهش دوباره یه پایه کوتاه میزنم به این شکل، دو تا حلقه در واقع ایجاد میکنم. حالا این حلقمو برمیدارم، خب میخوام به اینو اتصالش بدم. ببینید به این شکل حلقه رو میذارم اینجا. ببین این الان پشت گلمه، این روی گلمه، حلقه رو قرار میدم پشت حلقه کار اینجا. حالا وارد این حلقه و زنجیره میشم با پایه کوتاه. ببینید به این شکل با هم متصلش میکنم. ببین داخل این 5 تا زنجیره 5 تا پایه کوتاه بزنیم، این سومی پایه کوتاه ما میشه، این چهارمی، اینم 5،
پنجمین پایه. تا حالا میریم این 5 تا زنجیره بعدی به قلاب رو میبریم، حلقه هم که باهاش اتصال پیدا میکنه. این یکی، دو تا، سه تا، چهار تا و 5 تا. حالا کارم تموم میشه. نخمو بلندتر قیچی میکنم به این شکل، بعد میارمش پایین به این حلقه جادویی، متصلش میکنم، گره میزنم و کارم محکم میشه. خب ببینید وقتی کار تموم شد، من این نخ بالا رو میارمش پایین میشه. از داخل بافتا عبورش میدم تا بیاد برسه به پایین که به این حلقه جادویی وصلش کنم. یه دونه دیگه هم بیارم کار. حالا این دوتا رو به هم گره میزنم، اینجوری دیگه حلقه جادویم هم محکم میشه. اضافه شو داخل کار پنهان میکنم و قیچی میکنم. از یه چند تا از بافت هایی هم عبور بدیم و قیچی کنم. بعد دیگه اضافه شم به راحتی قیچی کنیم و الان هم پشت کارتون هم تمیز شد. ببین حلقه اول به این شکل متصل میشه. حالا میریم برای بافت گل بعدی و اتصالش به این گل و به حلقه. خب ببینید وقتی گل بعدی رو بافتیم، یعنی اول 8 دونه پایه متوسط با فاصله یک زنجیرمون رو زدیم و این پایه دوبلامون رو بافتیم، حالا توی این رجه آخریش میخوایم با هم متصل کنیم. ببین من الان با بست وارد این پایه فندقی شدم، حالا با بستم من میتونم اینجا وارد بشم کارم انجام دم، یا همینجا یه دونه زنجیره بزنم با موهای پای کوتاهی که روی این پایه فندقی رو میزدیم و ادامه کارو برم. حالا توی گل بعدی این کار انجام میدیم. اون گلم به این روش هم میتونید ببافید اولی رو. پس یه زنجیره میزنم، حالا میرم وارد این دوتا زنجیرهایی که داشتم. اول گفتیم 4 تا میان پایه بلند میبافیم، این 3 تا، نه 4 تا، بعد 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، یه دونه پیکوت، دوباره همینجا 4 تا دیگه پایه بلند، 1 2 3 تا 4 تا. حالا ببینید روی گندمی این پایه فندقی هم وارد میشیم، یه پایه کوتاه میزنیم. حالا میریم داخل دو زنجیره بعدی هم همین کار رو انجام میدیم. خب اول 4 تا دونه پایه بلند میبافم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، اینجا پیکوتم رو میزنم، دوباره همینجا داخل همین دو زنجیره 4 تا دیگه پایه بلند، این دوتا، این 3 تا، اینم 4 تا. حالا میام ببینید بازم به گندمی این پای فندقی یه دونه پای کوتاه میزنم. حالا میخوام توی این گلبرگ اتصال انجام بدم، یعنی گلبرگ سوم، این 1 2 این 3. اول میام 4 تا دونه پای بلندم رو میبافم، این 3 تا، اینم 4 تا، 1 2 3. خب ببینید 3 تا زنجیرم رو که میزنم، این گلم باید پشتش باشه، این گلم هم ببینید گلاب پشت به پشت هم باشه. حالا گلابم وارد این پیکوت میکنم، به این شکل پیکوت گله قبلی، وارد از این 3 زنجیرم عبور میدم. خب حالا پیکوت اینو میبافم، خب میام اینجا و پیکوتش رو میزنم. حالا داخل این دوباره 4 تا پایه بلند، 2 تا 3 تا 4 تا. خب روی گندمی این پایه فندقی هم پایه کوتاه میزنم. حالا میخوام دومی اتصال بدم، این 1 2 تا 3 تا و 4 تا. ببین 4 تا پایه بلندم میزنم، 1 2 3. خب حالا گلبرگ بعدی باید ببینید پشت به پشت گلا به این شکل
به طرف همدیگه باشم. خب حالا میرم این قلابم رو از داخل این عبور میدم، نخم رو بیرون میکشم به این شکل، حالا پیکوت رو میبافم، حالا چهار تا پای بلند رو میبافم، دو تا، سه تا، نه، چهار تا. خب ببینید گلاب هم متصل شد. حالا میرن روی گندمی فندقی و پای کوتاه میزنم. حالا دوتا گل بعدی رو میبافم، بعد میام دوتا گل آخر رو اتصال میدم به حلقه. پس الان این سه تا، نه، چهار تا، سه تا زنجیرم رو میزنم، پیکوتم رو میزنم، دوباره همینجا چهار تا پای بلند. روی فندقی پای کوتاه. خب پس من اینو ستایم که مونده میبافم، بعد میایم که حلقه بعدی رو بهش اتصال بدیم. خب ببینید اینجا وقتی آخرین گل برگتون بافتید، میاد اینجا که یه دونه زنجیر زده بودین، اینجا یه دونه بست میزنم، اون یه دونه زنجیره که به عنوان پای کوتاه بود. حالا کارو برمیگردونیم، 5 تا دونه، 3 4 5 تا دونه زنجیره میزنیم اینجا که پای کوتاه داریم. ببین این گل برگام اینجا پای کوتاه داشتیم، روی اون پای کوتاه یه پای کوتاه میزنم. دوباره 1 2 3 4 5 میام روی پای کوتاه گل برگ بعدیش بینشه. حالا میخوام حلقه رو اتصالش بدم. خب حلقه رو اینجا قرار میدم. خب الان کار برمیگردونم که راحت تر باشم. خب حلقه رو پس اینجا قرار میدیم، بعد میایم با 5 تا پای کوتاه حلقه رو به این 5 زنجیره که درست کردیم اتصال میدیم. خب این نخم رو زر بکشم جمع جور تر بشه. این یکی، این دوتا، سه، چهار، پنج. حالا این یکی، این یک، این دو، سه، چهار. خب اینم که اتصال دادیم و دیگه کار تمومه. بلندتر نخون میگیریم مثل طرف قبلی، دقیقا این نخ بالایی رو میبریم پایین، به هم متصل میکنیم مثل همین پنهان کاریه کارمون رو انجام میدیم. خب این نخ هم مثل قبلی میبریم و به این حلقه میرسونیم و پنهانکاری هاشو دقیقا مثل کار زیریمون انجام میدیم. امیدوارم که از این آموزشم خوشتون اومده باشه. ممنون از نگاه زیبا.